نتیجه یک پژوهش بین‌المللی که محققان دانمارکی آن را انجام دادند نشان می‌دهد که کمبود ویتامین دی و چاقی در دوران نوجوانی نقش مهمی در به وجود آمدن بیماری ام اس دارد. ام اس یک بیماری دستگاه عصبی مرکزی است و شیوع آن در 30 سال گذشته در ایران به خصوص در شهرهای بزرگ بیش از 7 برابر شده. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ما همراه هست با توضیحات بیشتر. شیده، قبل از هر چیز بپردازیم که نشانه های بیماری ام اس و راه تشخیص اون چیست؟ ببین، ام اس اساسا یه بیماری خود ایمنی یا اوتو ایمیون، سیستم ایمنی بدن به غلاف پوششی سفید رنگی که روی رشته های عصبی مغز و نخاع رو پوشونده حمله میکنه، بسته به اینکه این کجا در این سیستم اعصاب مرکزی توسط سیستم ایمنی مورد حمله واقع بشه، ام اس میتونه نشانه های متفاوتی بده. ولی شایع ترین نشانش که معمولا باهاش شروع میشه دوبینی و تاری دیده و بعد ضعف و کرختی اندام ها که البته میتونه به فلجی هم منجر بشه، ولی معمولا ام اس عود و فروکش داره و حمله خود به خود محدود میشه. این بیماری یکی از ویژگی‌های اصلیش اینه که شیوع جغرافیایی داره، در مناطق مختلف جغرافیایی در نژادها و اقلیم‌های متفاوت شیوعش متفاوته. عوامل خطر ام اس چه ها هستن شیده و آیا راهی برای پیشگیری هم وجود داره از ام اس؟ ببین، عوامل خطر ام اس یکیش سن بین 20 تا 40 سالگی معمولا در این سن شروع میشه، یکیش جنس، تو زنها تقریبا 4 برابر مردا دیده میشه، و یکی دیگه اش نژاد، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، نژاد و اقلیم های متفاوت. ولی یک سری عوامل اینا رو که کارش نمیشه کرد، ولی یک سری عوامل خطری داره، همونطور که این مطالعه بهش اشاره کرده. کمبود ویتامین دی، کمبود ویتامین دی که از عوامل خطر اصلی ام اس، پس میشه یک کارش کرد، باید پیشگیریش کرد. چاقی در دوره نوجوانی، این مطالعه جدیدن مشخص کرده که چاقی خیلی مؤثره در دوره نوجوانی، و اینکه نور خورشید به آدم نرسه، به بدن آدم نرسه، اینا میتونه عوامل خطر ام اس باشه. خب خیلی کوتاه به ایران هم بپردازیم که ام اس در ایران تشدید شده در سالهای اخیر. این واقعا یه مسئله خیلی مهمه، یعنی در واقع میشه گفت مثل یه راز ناگشوده برای جامعه بین المللی و نورولوژیست‌ها. در واقع ایران منطقه‌ای بوده که به لحاظ اقلیمی همیشه کمترین شیوع ام اس رو داشته تا سال 1989، یعنی شیوع کم ام اس رو داشته، 5 در 100 هزار، 5 تا 7. ولی در حال حاضر در مناطق مختلف ایران بین 50 تا 80 در 100 هزار، یعنی بیش از 7 برابر شده. دلایل متفاوتی بهش اشاره کردن. کلن در ایران کمبود ویتامین د وجود داره به عنوان عامل خطر ام اس. پوشش حجاب رو بهش اشاره کردن، نتونستن ثابت کنن هنوز البته، ولی مطالعات ادامه داره، چون باعث میشه که نور به آفتاب به بدن کم برسه و آلودگی هوا.